بسم الله الرحمن الرحیم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب همطور که استعذار دارید در محضر حافظ هستیم و از تفاسیر و رمزگشایی های استاد عزیز استفاده می کنیم. این جلسه هم به توفیق الهی رسیدیم به یکی از غزلیات فوق عرشی حافظ که بسیار هم به لحاظ صناعت بدیعش، هم به لحاظ تشبیهات صریحش و هم به لحاظ ایهام بلندش و هم استاد به زیبایی اندام غزلش که خیلی دل میبره. انشالله که استفاده بکنیم از محضر استاد. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. این معنی عکس چیه؟ آینه چیه؟ بله استاد. بله. جام چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. خب میدونین عکس روی تجلی حق تبارک و تعالی است. حق همیشه ظهورش در تجلی است. اصلا ظهور یعنی تجلی به طور کلی. حق تعالی ظاهر میشه، تجلی میکنه. عکس روی یعنی تجلی صفت جمال. روی معمولا جنبه صفات جمالی حق تبارک و تعالی است، صفات جلالی. هر جای حافظ از روی یار صحبت میکنه به تجلیات جمالی اشاره میکنه. حق تعالی صفات جلالی داره، صفات جمالی، صفات لطف، صفات قهر. جمالی لطفه و وقتی که از روی صحبت میکنه حافظ به صفات لطف و صفات جمالی حق اشاره میکنه. عکس روی هم همون تجلی و همون ظهوره و در آینه ظاهر میشه. عکس در آینه ظاهر میشه. شما وقتی در آینه نگاه میکنی عکس خودت میبینی، نه؟ در آینه نگاه میکنی چی میبینی؟ عکس خودم. عکس خودت میبینی. عکس روی تو در آینه جام افتاد. حق تعالی خودش رو در انسان دید. خوب توجه کن، حق تعالی اگه خودش بخواد ببینه چجوری باید تو آینه بخواد ببینه؟ با کدوم آینه میبینه؟ ببین، حالا ما با صورت سوال و جواب این مسئله رو میخوام صحبت کنم که اگه حق تعالی خودش بخواد ببینه چجوری نگاه میکنه؟ اصلا هیچ موجود خودش میبینه یا نه؟ اجازه بده اصلا مسئله فلسفی تر ببینم. شما چشمای خودت رو میبینی؟ نه. اگه آینه نبود چشم خودت رو میدیدی؟ نمیدید. صورت خودت رو میدیدی؟ نمیدیدم. نه هیچ وقت. نه شما، هر کس. هر کس، هر موجودی خودشو میتونه ببینه بدون آینه یا نه؟ حالا حق تعالی اگه خودشو بخواد ببینه، حق تعالی هم یه موجوده که اصل موجوداته، بلکه مبدع موجودات، مبدع هستیست. حالا خودشو میخواد ببینه، در کجا باید ببینه؟ آینه انسان در یه آینه. فاحببت ان عرفم همینه، کنتو کنزن مخفیان، پنهان بودم، حالا میخوام ببینم. در کجا میبینه؟ در مظهر خودش. حق تعالی مظهر داره، مظهر کامل، یعنی آینه سر تا پا نما که همه حق را نشون بده، همه خودشو بتونه در یه آینه ببینه. اون آینه کیه؟ اون انسان کامله. احسن. حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم عکس روی خود رو در اونجا میبینه، عکس روی خود رو در آینه جام میبینه. حالا جام چیه؟ جام محبت. و احبب تو ان عرف، ببین کلمه حبم هست، و احبب تو ان عرف. من
عرف وقتی من خودم خواستم شناخته بشم و خودم ببینم در آینه میبینم، یعنی تجلی حق در انسان کامل. این مهمترین تجلی خداوند. خداوند در هر چیز تجلی میکنه، در گل تجلی میکنه، حتی در خار تجلی میکنه، در کوه تجلی میکنه، در دریا تجلی میکنه، در صحرا تجلی میکنه، در ملک تجلی میکنه، در ملکوت تجلی میکنه. همه آثار هستی تجلی حقه، همه عالم هستی تجلی و ظهور حقه. اما تجلی کامل که خودش رو حق ببینه در انسان کامل میبینه، و انسان کامل انبیا و اولیا و کاملترین حضرت ختم مرتبه. وقتی خواست عکس روی تو شد در آینه جام افتاد، وقت چه اتفاق افتاد؟ مصرع ثانی، عارف از خنده می در طمع خام، در طمع خام افتاد. ببین وقتی در جام، حالا این تشبیه هم هست دیگه، زبان شاعرانه است و عارفانه و حکیمانه، هم حکمت توش هست، هم عرفان هست، هم شعر و غزل. آینه جام، اون شراب صافه، شراب وقتی صاف باشه و زلال باشه به آینه تشبیه شده، یعنی صافه به آینه تشبیه شده. وقتی یه چیزی در یه چیز صاف منعکس میشه یه تکونی میخوره. این خنده، خنده جام، یعنی اون وقتی منعکس شد درش شبیه به این شد که جام داره میخنده. انعکاس روی، انعکاس صورت او، انعکاس روی او در یک جام صاف، یعنی شراب زلال صاف، حالت خنده، مثل خنده بود، یعنی یه تکانی خورد. عارف وقت که دید در طمع خام افتاد. حالا این طمع خام چیه؟ عارف وقت، اولا همه کس نمیتونه ببینه اون تجلی کامل. این مهمترین تجلی حق تعالی است که در انسان کامل میفته. جام هم همون انسان کامله، اون جام جم، و اون زلالی، زلالی انسانه، اون زلالی، زلالی محبته، محبت خالص الهیه. وقتی افتاد یعنی این انعکاس، این تجلی کامل که بزرگترین تجلی حق تعالی است. عارف در طمع خام افتاد. طمع خام چیه اینجا؟ این تفسیر از منه، اهم از این کسی بپسندد یا نپسندد. طمع خام به این فکر افتاد که حالا به مقام ذات میرسه. احسن. طمع خام رسیدن به مقام ذاته، توجه کن. اصلا رسیدن به مقام ذات ممتنع به ذاته برای هیچ کس. اصلا ذات لا یدرکه، لا یوسفه، ذات اصلا غیر قابل وصوله. چون تجلی کامل بود اونچنان مبتهج شد. عارف یعنی کسی که میشناسه، یعنی خود همون انسان که حق درش متجلی شد. عارف همون کسیست که حق درش متجلی میشه. یه مرتبه به فکر مقام ذات افتاد. این طمع خام بود. به ذات راه نیست. اما اونی که بهش راه هست همین تجلی بود که واقع شد. در کجا؟ در جام صاف زلال، جام صاف زلال پر از محبت، وجود کامل انسانه. و خداوند خود را در انسان کامل دید، و هر کسی خود را بر در یه آینه ببینه. آینه حق برای اینکه خود را ببیند انسان کامله. حق در حضرت ختمی مرتبت خود را ببینه، و حضرت ختمی مرتبت هم به حق واصله و حق را در خود میبیند. انبیا و اولیا حق را کجا میبینند؟ در کوه، در صحرا، در دریا، در آینه دل خیش، در خود میبینند، در خود میبینند. ولو صدا از کوه میاد، صدا از درخت میاد، به گوش موسی قبلا صحبت کرد، اون در دل حضرت موسی تنین افکنه، اون در دل خود داره صدا رو میشنوه، در گوش خود صدا رو میشنوه. بنابراین آینه، این آینه ای که پرتو در اونجا منعکس شد، وجود انسان کامله. اولیا و انبیا، حالا به سلسله مراتب البته، یه کاملترینش کاملترین انسان. جمله از حضرت علامه هست که عکس روی تو چو در آینه جام، همون تعبیر حضرت عالی که فرمودید که خداوند در انسان کامل تجلی میکنه. این بزرگوار از حدیث
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده میکنه که من رعانی فقط رع الحق. آره، چون میگه این ادعا نیست، هر کی رسول خدا را نگاه کند در آینه وجود او خدا را میبینه. از این استفاده میکنه که این آینه جام همون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. بله. که جناب مولوی میگه خداوند خلیفه، چون پس خلیفه می نمایم سینه ای تا بود عکس مرا آینه ای. نام این سینه محمد یاد شد، با علی همزاد در ایجاد شد و همین معنی اشاره داره. بله دقیقا. ولی ببین حالا همینجا اجازه بفرمایید، همطور که مرحوم علامه فرمودن و شما نقل کردید، من رعانی فقط رع الحق، شاید کمتر اشخاص به این حدیث مهم توجه، خیلی حدیث مهمیه، این ام المعارفه، ولی اشخاص کمتر بهش توجه میکنن. من رعانی فقط رع الحق، کسی که من ببینه خدا رو دیده. این یعنی چی؟ این قلوف نیست، نه این کفر نیست. آخه بعضی فکر میکنن قلوفه، یعنی اصلا دیدن خدا به دیدن حضرت ختم مرتبت، به دیدن انسان کامل. شما انسان کامل ببینی حق رو دیدی. اجازه بدید یه مطلب فلسفی رو من اینجا طرح کنم، خیلی جاش هست. ببین هر انسانی، فرق نمی کنه، علل اطلاق دارم صحبت کنم، شرقی، غربی، عامی، عالم، عارف، هر کسی، هر انسانی وقت که صحبت میکنه با شخص دیگر به خودش دعوت میکنه. شما الان وقتی با من صحبت میکنی در واقع به خود شخص خودت دعوت میکنی. من اگه شما با شما صحبت کنم به خودم دعوت. هر انسانی لا یدعو الا الى نفسه، هیچی نمیگه مگر اینکه به خودش. درسته ظاهرا به خدا دعوت میکنه به معارف، ولی اون معارف تو خودشه. توجه کن، حتی این کسانی که به خدا دعوت میکنن در واقع به خودشون دعوت میکنن. یعنی چه؟ این یعنی چی؟ چون خدایی که خود درک کرده به او دعوت میکنه. خوب توجه کن. احسن. اون کسی که شما رو به خدا دعوت میکنه به چه خدایی دعوت میکنه؟ خدا مگه بیرونه؟ خدا هم به اون خدایی که او بهش رسیده داره دعوت میکنه. اون کسی که شما رو به یه مطلب خیر دعوت میکنه، اون خیر که بیرون نی، به همون چیزی که او بهش رسیده و اون را خیر میداند به اون دعوت میکنه. هیچ کس نمیتواند به غیر خودش دعوت کنه. ظاهرا غیر میپندارد، ولی اون غیر خودشه، اون غیر رو خودش درک کرده. در واقع هر کسی به خود دعوت میکنه. حالا اجازه بدید مطلب مهمی میخوام بگم. حتی یه فیلسوف اگر شما رو به توحید دعوت کنه، به اون توحیدی که خود درک کرده است دعوت میکنه، چون توحید بیرون از خودش نی، به همونجا که رسیده. حالا چه کسانی میتونن به خداوند دعوت کنن؟ چون همه به خود دعوت میکنن، چه کسانی؟ جز انسان کامل هیچ کس نمیتونه به خدا دعوت کنه. احسن. مگر به نقل، حضرت ختمی مرتبت وقتی که به خدا دعوت میکنه، به اون خدایی که در او تجلی کرده دعوت میکنه. احسن. و این همین معنی حدیثه که من رعانی فقط رع الحق، من ببینید خدا رو دعوت کرد. بله ارسطو هم وقتی دعوت میکنه، افلاطون هم به خدا دعوت میکنه، ولی به خدای خودش، خدایی که افلاطون دعوت میکنه، خدای افلاطونه، در حد افلاطونه، بالاتر از افلاطونه. خدایی که ارسطو دعوت میکنه در حد ارسطوس، بالاتر از ارسطو. یعنی اون همونی که درک کرده به او دعوت میکنه. حالا ببینیم کی خدا رو بیشتر درک کرده. سید الانبیا و سید الاولیا و سید الموحدین، اون کسی که بالاترین درک را از خداوند داره، اون به خدا دعوت میکنه. یعنی تا اونجایی که اون رسیده و اون بالاترین مرتبه ممکنه وصول به حق. احسن. اون کسی که به آخرین سیر کمال انسانی رسیده، اون حق دعوت داره. زمنان توجه کنین، از اینجا میخوام نتیجه بگیرم همه کس حق دعوت نداره. احسن. مگر که نقل حدیث بکن. ببین نقل حدیث من ممکن نیستم، شما نقل حدیث بکن، بزرگان اینطور فرمودن، بفرمود خیلی خوبه، اما اگه خودت بخوای دعوت بکنی در واقع به خودت دعوت کردی. مگر اینکه از زبان پیغمبر دعوت کنی، بگی پیغمبر چنین فرموده. بنابراین هر کسی که دعوت میکند به خود دعوت میکند. و بنابراین این که ما معتقدیم که باید انبیا دعوت کنن، چون انبیا رسیدن، و این که ما معتقدیم حالا باید خاتم الانبیا دعوت کنه، چون اون بالاترین وصول رو داره، بالا اوعد به مقام اوعدنا رسیده، یعنی جایی که دیگه بالاتر از اون متصور نیست. حالا اون به اونجا دعوت میکنه.
این از این شعر حافظ من ضمناً اینم میفهمم خیلی خوب که عارف از پرتو می در طمع خام افتادم همینه یعنی به مقام ذات راه نیست هرچی باشه به تمام مقام اسماء و صفات و حضرت ختم مرتبت جامع کامل تمام اسماء و صفات حق تعالی لطفی و قهری جلالی و جمالی احسن خیلی عالی بود به واقع می توانیم بگیم که مأخذ این بیان عارف از عکس روی تو چو در آینه جام افتاد میتونیم بگیم همین حدیثه من رعانی فقط رعان جز این کسی نمیتونم چه ادعایی رو کنه این مخ این بیان این حضرت عالی و عین عرفان و حافظ بالاترین بیان عرفان رو در این بیت کرد احسن احسن که حضرت علامه بازم در تفسیر میفرماید انا ارسلناک شاهد شاهدن و مبشرا و نذیرا شاهدم همینه بله. تا شاهد نباشه آینه شاهی باشه تا شاهد نباشه مبشر و نظیر نیست اول شاهده پس آنگاه مبشر و نظیر اینکه دیگران حق ندارن درست هیچ کس نمیتونه مبشر و نظیر باشه مگر اینکه شاهد باشه که شاهد شاهد کسی نیست جز بله. حضرت ختم ولا مبشر و نظیر بودن بدون شاهد یه حرف بیهوده است احسن. اول شاهد است پس آنگاه مبشر و نظیر شاهدن و مبشرن و نظیرا و داین الالحق شاهد و بشیر و نظیر باشی دایی الالله تا شهود نداشته باشی دایی به حق نیستی خیلی قشنگ هیچ کس دایی به حق نیست یعنی دایی اشخاص که دایی به حقن اون حقی که خود میپندارند حق است اما اون کسی که به واقعیت رسیده وقت و داین الالحق و اون رسیدن هم همون شهوده مقام شاهده مقام شاهد مقام شهوده مقام الفاظ نیست مقام اوهام نیست پس از شاهد به مبشر و نذیر میرسه و همه اینا وقت دعوت به حقه دایی الالله میشه بعد سراج منیر هم که دایی شد میشه چقدر چیزی همه اینا در این بیت حافظ منعکس احسن چه ارتباط منطقی هم بین این کلمات بله ارتباط منطقی عقلی همه این آیه هم میتونه منشأ همش عقلانیه بله بله این حدیث عرشی باشه چون همه ساحات قرآن هم عرشی است بله بسیار استاد حالا میرسیم به مصرع دوم عارف از خنده می حافظ از خنده می از پرتو می جایی میفرماید عارف از پرتو می راز نهانی دانست گوهر هر کس از این لعل توانی دانست خیلی نکته عجیب قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کو ورقی خوان معانی خیلی قشنگه این پرتو می را میخوام در همین ذل این شاهد توضیح بدی دوست بله بله خب همین می که ببین بارها عرض کردیم و مسلمه و خب با فضای غزل می محبت دیگه یعنی عشق خالص محبت هم کلمه محبت که همیشه بارها دیگه مکرر عرض کردیم یعنی عشق خالص اون پرتو داره حالا پرتو و می شعر دوباره بخونی شعر رو عارف از خنده می در طمع خام خنده می در طمع خام که گفتیم مقام ذات طمع خام بود وقت بعدش حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوهام افتاد این همه نقش در آینه اوهام افتاد این دنبال همون عرض سکر کردن این وقت که یک تجلی کامل کرد ببین خداوند که همیشه در تجلی است یعنی لحظه خداوند بدون تجلی نیست لحظه بدون تجلی نیست ولی تجلی کامل تجلی در انسان کامله که دیگه بالاتر از اون تجلی خداوند نمی کنه عرض کردم در هر ذره خداوند تجلی داره در دریا، صحرا، ملک، ملکوت همه چیز اما اون بزرگترین تجلی حق تجلی یعنی ظهور بزرگترین ظهور حق در انسان کامله حالا در اون تجلی که در جام می بود و عارف هم در طمع خام افتاد که اون در انسان کامل در حضرت ختمی مرتبت در انبیا و اولیاست حالا اینجا دیگران وقتی این تجلی رو تماشا کردن این نقش داشت این نقش کاملش در انسان کامل بود اما هر کسی هم یه برداشتی داشت از این تجلی این همه اوهام ببین شاید خیلی خودشون رو موحد بدونن فلاسفه، شعرا، سایر و عرفا دیگران مگر کسانی مدعی نیستن در این حال این همه آدم علما هر کسی به اندازه خودش خودشو فهیم میدونه دیگه اما واقعا به اون تجلی کامل رسیده و اگر به تجلی کامل نرسی هنوز وهمه
این کلمه وهمی که اینجا حافظ می در معنی عام کلمه به کار می، یعنی اگر به حقیقت نرسی اون حقیقت اون وهمه. وهم یعنی چه؟ یعنی یه ادراکی که حقیقی نیست. بله. اصلا وهم در اصطلاح عرفا این ادراکات رو تقسیم بندی کردن. عقل اونی که به کلیات میرسی، معقول. عرض کنم وهم اون کلیست که در یه جزئی، معنیست که جزئیه. معنی جزئی رو وهم میگن. معنی کلی معقوله، معنی جزئی وهم، صورت خیاله، حسم که حسه. اوهام اونجاست که کلی نیست، یعنی جزئی میشه. اون معنای کلی که تجلی کلی حق تعالی در انسان کامل بود، اون حقیقت جلوه کامله. اون کلیت و فراگیری که همه چیز در اون تجلیه، اون در همه اشخاص منعکس نشد، جزئیت پیدا کرد. یعنی هر کسی حدی داشت و بهره از اون را گرفت، اون بهره جزئی شد. این جزئی بودن معنی کلی وهمه. این اصطلاح حکماست. حکما معنی جزئی رو وهم میگن. این وهم یه وقت در اصطلاح عام است، در اصطلاح عام وقت میگن وهم، یعنی چیز بیهوده، یعنی چیز بیواقعیت. ولی حکما وقتی از وهم صحبت میکنن، یعنی یک معنی کلی که در یه جزئی منعکس بشه. مثلا ببینین محبت کلی، اصلا معنی کلی محبت این معقوله. اما محبت فلان شخص نسبت به فلان شخص، توجه فرمودی؟ این وهمه. یا مثلا ترس معنی کلیش یه معنی معقوله، ولی ترس فلان شخص از فلان شخص، موش از گربه، این وهمه. یعنی درک معنی جزئی وهمه. اون تجلی کامل که در انسان کامل واقع شد، انسان کامل بهش رسید. اما انسانهایی که کامل نبودن، اینو جزئیش کردن، یعنی بخشی از اونها به اونها رسید. این همه نقش که در اوهام افتاد، این آثار جزئی شده همون تجلی کلی. یه تجلی کلی خداوند کرد، هر کسی بهره از اون تجلی کلی داشت، اینا رو اوهام حافظ تعبیر کرده. حالا بخونیم مصرع رو. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، اون آینه انسان کامل نقش در آینه اوهام، اون آینه انسان کامل بود. انسان ها آینه های جزئی هستند که باید با آینه اصلی، آینه جان، آمین جان، اون انسان کل، اون انسان کامل بود. آینه جان انسان قرار بدن، انسان کامل بود. و هر کسی بهره از این معرفت داشت از اون آینه، این همون اوهامی است که این همه نقش منعکس شد در اوهام اشخاص. هر کسی بهره از این داره. یعنی استاد اجازه فرمایید میام برنامه ببینیم. تو چرخم من، چو ماهم من، چو ماهم من، چو شمم من، چو شمم من، زتاب تو، زتاب تو. همه Whoa!
نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جان تو. بسیار خوب استاد، بحث به جای زیبایی رسید. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، یعنی همون آینه جام که انسان کامله. اون عکس اون در اون تجلی کرد، این همه عکس در آینه، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. استاد مطهری تعبیر لطیفی دارد، خوب اجازه همین من بخونم. بفرمایید. یعنی مضمونش عرض بکنم، الان به ذهنم اومد. ایشون در راجب عرفان حافظ بحث میکنه، با صراحت میگه که مراد از می، این خنده می، پرتو می، این شراب معرفته. و میگوید ما در قرآن از این شراب ها که داریم، این الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، شراب کافوری داریم، شراب زنجبیلی داریم، شراب سلسبیلی داریم، رحیق مختوم داریم، ختامه مسک داریم، این شراب های قرآنی. ایشون میگه مراد اینی که مراد حافظ از همه این می این شرابه، مراد همه این می هم کوثره. استناد میکنه به یک بیتی از ایشان، بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازی. یعنی همه اینها جویبارهایی است که با اقیانوس کوثر باید متصل بشه. نا اعطینا کل کوثر. یه نکته دیگه از این بیت برمیده میشه که حضرت علامه هم فرمود که ولایت مداری حافظ رو نشون میده، که انسان هر چه آینش زلال باشه و بیغبار باشه اوهامیه، باید به آینه جام که اون انسان کامل متصل بشه. حضرت علی هم چنین برداشتی دارید از این بیت؟ خب اصل حرف من همین بود که عرض کردم که اون جام انسان کامله. اولا کلمه کوثر، همین ختام مسک و اینا که خب بله معلومه در قرآن اینا فراوان. اصلا کوثر معرفت آقای داری جان. همون اینا اعتینا کل کوثر، حالا به حضرت زهرا سلام الله علیها هم تعبیر شده، البته اونم معرفت، اون مظهر معرفته. کوثر معنی کوثر یعنی کثیر، مبالغه در کثرت. کوثر یعنی کثیر، یعنی خیلی زیاد.
کثیر مبالغش کوثره. هیچی در عالم زیاد نیست جز معرفت. چی در عالم زیاده؟ به من بگو ببینم. کوه خیلی بزرگ خیلی زیاده؟ نه. کره زمین خیلی زیاده در جو کهکشان؟ نه. همه چیز کوچکه. خود کهکشان در جو لایتناها چقدر بزرگی کوچکه. هیچی جسمانی، هیچی ناسوتی، هیچی بزرگ، حتی ملکوتی. ببینم یه فرشته چقدر بزرگه، یه محدوده داره. یه فرشته چقدر بزرگه؟ بزرگترین چیز چیه؟ معرفت. هیچ به اندازه معرفت بزرگ نیست. اصلا بزرگ شما نداری. اقیانوس کبیر چقدر بزرگه؟ اقیانوس کبیر تو این کره زمینه. وقت کره خود کره زمین در جو کهکشان مگه چقدر بزرگه؟ خیلی کوچکه. خود این کهکشان چقدر؟ اصلا عالم کوچکه. ببینم معرفت بزرگتره یا عالم؟ معرفت بزرگتره. معلومه که معرفت عالم به اندازه ظرفیتش معرفت معرفت این بیت بعدی بله عالم رو معرفت عالم رو میفهمد عالم معرفت رو نمیفهمد معرفت عالم رو میفهمد یا عالم معرفت رو میفهمد معرفت عالم رو میفهمد پس هیچ چیز بزرگتر از معرفت نداریم این کلمه کوثر یعنی معرفت انا اعطینا کالکوثر یعنی ما معرفت دادیم به تو معرفت هم نه معرفت این کتاب و اون کتاب که بری این کتاب بخون حال بعد در شعر حافظ اشاره داری به اینم میکنه دیگه کلان خوندی شما یعنی ما معرفت واقعی که همون تجلی کامل باشه من اول عرض کردم اون تجلی کامل در جام انسانه یعنی در قلب انسان کامله اون معرفت کامل که دیگه اون همون مقام او ادناست که دیگه بالاتر از معرفت نیست یعنی تمام صفات جلالی و جمالی حق در تو منعکس شد این معرفت کامله و هر کسی بهره ای برداشت که به اندازه اوهام خودش که این همه نقش در آینه اوهام افتاد و اون شعر بعدی فرمودی که نه هر کو ورقی خام یک جای دیگه است اون کوثر همون معنی کلیه همون معانی است که منعکس شد در انسان حالا اشخاص برو هی کتاب بخون هی مدرسه برو چند تا کتاب بخون صد تا کتاب بخون شرح مجموعه گل کی دانه؟ مرغ سحر کیه؟ مرغ سحر اینه که کسی که در دل شب بیداره مرغ سحر مرغی که در دل شب آواز میخونه بیداره شب یعنی چی؟ شب در مقابل روز؟ این عالم شبه این عالم شبه کل این عالم شبه عالم کثرت شبه کسی که در دل کثرت این عالم بیداره دل بیدار دل انسان بیدار دل هم مرغ سحره مرغ سحر هم چیزی نیست که حالا یه پرنده وسط شب پاشه بخونه اونم خب میخونه وسط شب هم پا میشه آواز برات میخونه هیچ عیبی نداره مرتب هم شما شنیدی ولی این شب عالم کثرته کی در این شب بیداره انسان بیدار دل انسان کامل در همین کثرت این عالم بیداره و داره حرف میزنه اون بیدار دلیش داره حرف میزنه سخن میگه انبیا این سخن انبیاست مرغ سحر انبیا هستن در وسط کثرت عالم که ظلمانی است اونا بیدار دلند و بیدارند و دارن حرف میزنن اونا هم اون حقیقتی که متجلی در اون جام جمع شده برای شما دارن میگن اینا میگیرن اون مرغ سحر میداند یعنی انسان بیدار دل در این عالم کثرت اون سر الهی رو میداند که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست حالا چند روز رفتی مدرسه چهار تا کتاب خوندی تو اون معنی رو نمیدونی اون بیداردلی که در این عالم ظلمانی کثرت که اون بیداره فقط دیگران خوابند یا در تاریکی به سر میبرند هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود اون سحر هم باز همینه سحر لزوماً شب نیست یعنی در ظلمت و تاریکی این عالم بیدار بودنه هر کسی که بیدار دل بود و اسیر کسرات این عالم نبود و غرق در این ظلمت نبود اون در واقع در دل شب بیداره و اون ولی خداست و اون نبی خداست اون کملین انسان های کامل آینه جام من میخواستم یه نتیجه بگیرم که مراد از پرتو می آینه جام اینا که حافظ میگه همون معرفتی است همون معرفته که اصلا معرفت آینه است و کوثر هم همینه خیلی این خیلی زیباتره بنابراین هرچی معرفت انسان پاکتر و زلالتر باشد این روشنایی در ضمیر او بیشتره این نتیجه درسته همینه
اما بیت سومش هم قوقا میکنه، این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این که فرمودید این عالم بنده ظرفیتش از این، دقیقاً تفسیر همون بیت قبلیه. آره، یعنی همه این حرفایی که زده میشه، همه این کتاب ها که نوشته میشه، همه این مدرسه ها که باز میشه، همه این افکار که وجود میاد، نتیجه اون تجلی است. اون تجلی کامل اگر نبود و اگر اون انسان کامل نبود، اصلا اینا نبود. اینا منتش به اندازه ظرفیت خودشون. دقیقاً اون بیت بعدی تفسیر و توضیح همین بیت قبلیه. چرا محی الدین میگوید مراد اینه که این عالم فقط مظهر یک اسم خداست، اسم ظاهر خداوند. همه اسماء الهی در این عالم ظهور، چون بعضی از اسما داریم که خداوند که خود عرفا گفتن اسماء مستعصره است. مستعصره است اسماء مستعصر، کلمه مستعصر یعنی خدا بر خودش انتخاب کرده. یعنی اون هرگز ظاهر نخواهد شد. حالا اون حالا معلوم نیست، کسی نمیدونه اسماء مستعصره حق چیه. اسماء مستعصره اونی که برای خودش نگردش، یعنی اسمی که هیچ کس نمیشناسه، چه بسا اسم ذات باشه، اصلا اونها رو کسی نمیدونه هنوز. بله، اون تجلی کامل حق تعالی دیگه همون روز حشر کبراس و اون مقام احدیت هست که دیگه اولیا کامل میرسن. بسیار خوب. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، کس کجا سر غمش در دهن عام افتاد. ببین اینجا باز همونه، سر غم همون، یک کمی هم اشاره به همون اسماء مستعصره داره، یه اسراری هست. زبان خاصان هم بریده شد. ببین خاصان همه چیزا نگفتن، این زبان به بری غیرت عشق، آره، یعنی اونه که خاصند، خاص الخاص، یعنی خیلی نزدیکن و به همه اسرار حق آگاهن، اونا زبانشون بریده است، یعنی نمیگن. بریدن زبان یعنی نگفتن، همه اسرار رو نمیگن. ببین من بارها اینجا باز دوباره عرض میکنم، بارها گفتم، ببینم حضرت خضر همه چیز به حضرت موسی گفت یا نه؟ نه، دو سه تا چیز بهش گفت که اونم تاب تحملش نداشت، بعدم گفت هذا فراق. خیلی چیزا خضر داشت، اما به موسی، به حضرت موسی، و حضرت موسی جز انبیاء اولوالعزمه. حضرت خضر همه چیز به حضرت موسی نگفت. این دیگه قرآنه، من نمیگم، این دیگه شعر حافظم نه، حرف من نه، قرآن دارم میگم. حضرت خضر همه چیزو به حضرت موسی نگفت. هذا فراق یعنی چه؟ یعنی دیگه بیشتر از این بهت نمیگم، برو. این سه تا چیز حالا فعلا بهت گفتم، اینم شهرش. بعدم سه تا چیز شهر داد که، چون اول موسی نمیدونست که قضیه چیه، ایراد میکرد، بعد توضیح داد که اون قضیه این بود، اون شکستن کشتی این بود، اون خراب شدن دیوار این بود، اون کشتن اون شخص این بود. اینا رو توضیح برش داد، بعد گفت دیگه تمام شد، هذا فراق. یعنی یه اسراری هست که دیگه دیگه ظرفیت نداری بهت نمیگم. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرد. یکی از خواص هم حضرت خضره. اونجا زبانش بریده شد، بریده شد یعنی به حضرت موسی دیگه نگفت. ببین این بیکران بودن معرفت الهی، بیکران بودن رو... همون کوثر کرد میکنه. ببین حضرت امیر مگه همه چیز میگفت به همه اشخاص؟ نه. اون چیزی که به سلمان میگفت به ابازر نمیگفت. ببین اون چیزهایی که دمشت و علا مکنون علم لو بحت و بهی لستربتم، لستربتم اضطرابن عرشیه. یه چیزها رو به سلمان میگفت ولی به ابوذر نمیگفت، ابوذر طاقتشو نداشت ولی به سلمان میگفت. و این حدیث رو بازم اینجا خوندیم که اگر ابوذر میدانست که در سلمان چه هست لقتله و میکشتش، یعنی تاب تحملشو نداشت. و تازه حضرت شاید بعد چیزها رو به سلمان هم نمیگفت، اون همونا بود که میرفت با چاه میگفت، با چاه میگفت سمبولیکه، یعنی حضرت مستمع نداشت که اون اسراری که در دل داشت بگه، نمیتونست بگه. این زبان خاص بریدن یعنی اونجایی که دیگه لب فرو میبندن و نمیگوین. اون که را اسرار حق آموختند، خودش در جای دیگه هم حافظ میگه، اینم مال حافظه، مهر کردن دهانش دوختن، مال مولوی، دهانش دوختن، مهر کردن و دهانش دوخت، دهان زبان بریدن یعنی زبان دوختن، یعنی جایی که دیگه نباید گفت، دیگه سکوته، اونجا مقام سکوته، دیگه نمیگن. و حافظ در اینجا همین اشاره، بعضی چیزا دیگه گفتنی نیست دیگه، یعنی ظرفیت ها متفاوته. ولی یه کامل همه چیزو میدونه، اما این همه چیزو به همه کس نمیتونه بگه. و همیشه عرفا همین رو توصیه کردن. ببین الان این مسئله عمومی شده، میگن همه چیزو به همه کس گفت.
عرفا شما تاریخ عرفان رو بخون از حتی از قبل از اسلام تا عرفای اسلام بعضی اسرار رو به همه چیز و همشون هم در کتاباشون توصیه کردن که تا مادامی که شخص مستعد نباشد شما نگویید اسرار رو که همیشه نمیشد گفت اینه که غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید این کلمه غیرت هم نه غیرت به این معنی که ما میگیم آدم خونش به جوش میاد این غیرت یعنی اون هنوز غیره هنوز خودی نیم غیرت این اون هنوز غیره گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش اون یعنی هنوز غیره یعنی هنوز خودی نیست تا نگردی آشنا زین پرده رمزی رمزی نشنوی کاملا درسته اینم باز حافظ پس عشق خیلی غیرتمنده خیلی تو نیست که غیرتمنده یعنی غیر در یعنی هنوز دلی جا یعنی بگیرم. خودی نمیبینه باز غیر میبینه این غیرت اینجا یعنی غیر دیدن بس ما عشق حافظ خیلی هوشمند و خیلی زیرکه که استاد خیلی اصلا من تا حالا ندیدم عشق حافظ سکری باشه همه سهوی مولوی هم همینطور اینا که بهره از حکمت قرآنی و اهل بیت دارن خیلی عجیبی است یعنی به نظر معنی من میبینم حضرت علی دارید همین سوره کوثر رو توضیح میدید واقعا هم همینطوره آبشخور اندیشه این عزیز یا حتی ذوق این بزرگوار برآمده از این غزل هست استاد باز به نظر من واژه می خیلی تکرار میشه اگر راجع به می هم به یه تعریف خوبی برسیم می مسلماً ببین می همین می ظاهری که همه میدونن معرفت جوشان معرفت بیکران بله می این می ظاهری چیکار میکنه یه حالت مستی میده مستی یعنی چه مستی یعنی آدم مست یعنی خیلی خیالاتی که آزارش میده ازش دور میشه یعنی خیلی اوهام میره کنار یه حالت جمع و جور پیدا میکنه این می ظاهری انگوری میی که عارف میگه اینا که این کفاف کی دهری باده ها به مستی ما اینا که نمیتونه یه آدم مثل حافظ که مثل شوری در سر داره و فلک رو به مبارزه میکشه اون محبته اون محبت و معرفت تو هم با معرفت بله اون معرفت کامل و محبت کامل اونه که مستی دهنده است یعنی چه مستی میده یعنی جمع و جور میکنه شخص رو یعنی از اوهام فارغ میکنه یعنی یک دستش میکنه خالصش میکنه می همیشه در اصطلاح حافظ می معرفت و می محبته تعریفی که من از می میدم اینه می محبت و معرفت احسن. وقتی معرفت و محبت تو هم شد این همون مست کنندگی رو داره یعنی شما رو از همه اوهام فارغ میکنه دیگه گرفتار وهم نیستید دیگه گرفتار خیال نیستید لذت مدام هم ایجاد میکنه لذت مدام هم سیری نداره انتها نداره چه فرمودی بیکرانه خیلی تعبیر اعتنا نداری به چیزی دیگه یعنی مست گونه حرکت میکنی مستانه حرکت میکنی این مستی واقعی هم اونه نه این مستی خمارآلودی که یه جایی بیفتید نتونی بلند بشی ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر لذت شرب مدام حالا این شرب مدام یعنی هم شرب همیشگی و خود شرب هم مدام هم یعنی شراب یعنی این محبت هم محبته هم همیشه است و اصلا چیزی که همیشه است چیزی که همیشگی است محبت هیچی همیشگی نیست جز محبت هیچی همیشگی نیست جز معرفت حتی محبت هم همیشگیش به معرفته ببینم معرفت یه لحظه هست یه لحظه نیست همیشگی است همیشگی چی میتونه در این عالم همیشگی باشه بله اصلا چیز دائم در این عالم داری شما همیشگی همه چیز محدود و موقت اما معرفت کامل موقت نیست تمام نمیشه زوال پذیر نیست اصلا محبت زوال پذیر نیست اصلا علم نابود نمیشه چون محبت نقشه بله وقت محبت تو هم با معرفته محبت نابود نمیشه هیچ معرفتی در عالم نابود شدنی نیست ازلی و ابدی است محبت محبت وقتی ظهور پیدا کرد ببین حتی هم فکرهای ظاهری حالا اون محبت کامل که ازلی و ابدی است یه فکری که در این عالم پیدا شد این فکر دیگه نابود نمیشه ممکنه یه مدت اشخاص ازش غافل باشن غافل بودن اشخاص معنی نابود شدن فکر نیست توجه کنید آقای لاریجانی عرض میکنم ببینم فکر نابود میشه یا نه فکر نه ممکنه اشخاص غافل باشن و نرسن ولی خود این فکر نابود میشه معدوم میشه موت داره پوسیده میشه نه. اصلا معرفت همیشگی است مخصوصا معرفت کامل که از ازل تا ابد اصلا کوثر هم همونه بسیار زیبا استاد این دکتر غنی یه تعبیر لطیفی از پیاله داره آها
میگه پیاله مادر، پیاله عکس. پیاله میگه دله. دل اگر مدام نیازمند اون عکس باشه، این شرب مدام، این لذت همیشه که فرمودید، انسان هرچه از این محبت و از این معرفت بنوشه، هیچ موقع هم سیر نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم سیر معرفت و محبت لایتناهی. لایتناهی. استاد خیلی همینطور که فرمودید اینجا جمع میکنه حافظ. اون شده خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. بله. یعنی اینی که دیگه مدام او ما رو میکشه، یعنی ما حالا که به این مرحله رسیدیم بازم در صومعه رو ما رو میبینه دیگه. ما فعلا یه رسیدیم به مرحله که باز هم تکرار داره، کار ما با سر و کار با ساقی افتاده. کار ما دیگه الان این شده دیگه. نتیجه معرفت اینه. نتیجه معرفت اینه دیگه. دست نگران... ما هم نیست که برگرد. دیگه نگران نباش، رسیدیم انشالله. اون همون محو جذبه الهی شدن به قول عرفا به مقام وجد، به مقام نائل آمدن است و سرور. بهجت چقدر تعبیر زیباش ابن سینا میفرماید. اولین بار ابن سینا کلمه بهجت رو به کار برد و چقدر زیبا به کار برد. تازه این ابتهاج مال عقل میدونه. بله، لذت هم خوبه اما لذت رسانی است. کلمه لذت رو به کار نبرد و بهترین واژه رو انتخاب کرد ابن سینا برای اولین بار. فی البهجه و سعاده. کلمه بهجت واقعا کلمه زیبایی است. یعنی هر چه در لذت هست و هر چه در سرور هست در بهجت هست با اضافه. یعنی یک حالت معنوی داره بهجت، یعنی همون لذت معنوی، سرور معنویه. بسیار استاد، وقت تمام شد اما لذت شب همچنان باقی است. انشاءالله بعد این دوستان رو که در جلسات بعد باز از محضر استاد پیاله هایی باشیم که از این جام می بهره ببریم. بله، مردم دیده ما غیر تو را ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت می بنده، گرچه از دور خون دل خیش دمی طاهر نیست. خداوند نصیب ما بکنه که ما هم مدام در طواف یار مشغول باشیم، که سر و کار ما به ساقی و لب جام هم بیفته انشاءالله. تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.